روی خط فوریو، برنامه متفاوت با آنهایی که شما دوست دارید. مهمان این هفته کامبیز قربانی. عزیز با یه برنامه دیگه از سری برنامه‌های روی خط فوریو در خدمت شما عزیزان هستیم و در برنامه امشب مهمون داریم. چه مهمونی؟ مهمونی که میدونم خیلی از شماها دوستش دارید و در طی سالهای گذشته با مصاحبه‌های جنجالی و گفتگوهای جنجالی خودش حسابی خودش رو تو دل شما بیننده‌های تلویزیون فوریو و سایر بیننده‌هایی که از طریق شبکه‌های اجتماعی برنامه ما رو دنبال می‌کنن جا کرده و اون کسی نیست جز کامبیز عزیز که از همینجا بهش درود می‌فرستم. کامبیز جان خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردی و یک بار دیگه مهمون برنامه‌مون شدی. مرسی علی جان، تشکر می‌کنم از شما. هم به شما سلام عرض میکنم و بچه های فوریو و هم به بینندگان تلویزیون فوریو که این برنامه رو دارن تماشا میکنن. خیلی ممنون از تو. ما این ریتینگی که جدیدن اکثر شبکه های اجتماعی میده، یه وقتا میاریم نگاه میکنیم پست های ما رو که مربوط به برنامه های کامبیزه، یه وقتا 96% کسایی که میان برنامه رو نگاه میکنن فالوئر ما نیستن. یعنی انقدر مردم علاقه مندن که بدونن تو در مصاحبات چه صحبتهایی انجام میدی. حتی کسایی که ممکنه بیننده ما هم نباشن برنامه اختصاصی تو رو نگاه میکنن و این نشون میده که خیلی جایگاه خاصی داری. من توی ابتدا به صحبت ها میخواستم که اگه اجازه بدی توی این برنامه صحبتمون رو راجع به کارنامه هنری خودتو شروع بکنیم، چون خودتو سالیان نه چندان دور کارتو در زمینه موسیقی و کارهای مختلف هنری انجام میدادی، درسته؟ درسته. و میخواستم راجع به این موضوع صحبت کنم که برای خودم هم عجیب بود. وقتی اسم تو رو توی گوگل سرچ میکنیم، هنوز بزرگترین موتور جستجوگر دنیا که همین گوگله تو رو به عنوان یه خواننده میشناسه و هنوزم که هنوزه آلبومای تو توی آمازون و خیلی ترکات و آلبوم توی آمازون و خیلی از سایت ها برای فروش و برای عرضه به حالا کسایی که دوست داشته باشن وجود داره. چرا تو یه دفعه کار موسیقی تو با اون استارتی که زده بودی، خب به هر حال زمانی تو کارتو شروع کردی که اصلا ما چیزی به اسم رپ در محیط خوانندگان ایرانی نداشتیم، یعنی در بین خواننده هامون رپر نداشتیم، یا داشتیم من نمیدونستم، داشتیم؟ نه اون موقع نداشتیم. تنها کسی که میشه گفت نزدیک رپر بود کسایی بودن که دکلمه میکردن. مثلا یکی بود، حتما میشناسی، همه مردم هم میشناسن، آقای جلال همتی. ایشون رپ و دکلمه رو همه رو با هم میکرد. این اون تنها کسی بود که میشد گفت از قدیمی ها که یه جوری میشد رپ کرد. یعنی اون مثلا وقتی میگه محوش پریوش اونا رپ حساب میشه؟ یه جورایی رپ دیگه، اون که 6-8 نبود، 4-4 نبود، یه جورایی داره دکلمه میکنه ولی داره روی ریتم دکلمه میکنه. این رو ریتم دکلمه کردن میشه همون رپ به قول آمریکاییه. آره، شاید چون داره با اون لوندی های خود جلال همتی اینو ادا میکنه، شکل رپش یه ذره باید بهش خیلی دقت کنید و متوجه بشی. ولی خارج از این داستان، برات ریسک بزرگی نبود که الان هیچ رپری نداری، من چرا کارم رو با رپ شروع بکنم؟ نه، من رپ رو دوست داشتم، ستایلی بود که میخواست خودم میخواستم جلو برم باهاش، نمیخواستم جوری باشه که ادا یا ستایل یکی دیگر رو انجام بدم. دوست داشتم کاری که خودم دوست دارم رو انجام بدم. کار هنری هم در اصل همینه. اگه بخواین کار خوبی بکنی، یه کاری باید باشه که از ته دلتون باشه، دوست داشته باشین بکنی. اگه بخواین ادا در بیاری، اون کارش وقت خوب در نمیاد. کامیز جان، شنیدی توی ایرانی مثالی هست میگن صدا ارثیه؟ توی خانواده شما بین خودت و دختر خانم گلت مایا جان و پسر عزیزت، بین شماها هیچ کدوم صداتون به مامان نرفته، مادر شما؟
من که نه، من که صدام بهش نرفته، ولی مایه یه ذره تحصیل داره، ولی خب خامه، تعلیم ندیده است. بعضی وقتا واسه خودش میخونه، خوب بلده بخونه، ولی خب گربوداری فالش و فولش هم میره، ولی خب اون به خاطر اینه که تعلیم ندیده صداش، ولی تحصیل داره، ولی بیشتر از اون هنرپیشگیشه، اکتینگش خیلی به مادر بزرگش رفت. آهان، از لحاظ بازیگری، چون به هر حال خانم گوش به اعتقاد خیلی ها یکی از موفق ترین بازیگرهای قبل از انقلاب بودن و بازیگری رو شاید از مادر بزرگش به ارث برده و الان توی کاری که در امریکا انجام میده کارش به چه صورته؟ داره موفق پیش میره؟ از کارش راضی هستی تو؟ والا کارهای مدلینگ اینجا ببین فصلیه، یه فصلایی یه سری چهرهای به خصوصی به ستایلشون میخوره، یه فصلایی یه چهرهای دیگه میخوره، همه چی بستگی داره کی باشه، چی باشه، چه برندی باشه، چه مدلی بخوان استفاده کنن، بگیر نگیر داره، بعضی وقتا بالایی بعضی وقتا پایین، مدلینگ این پرابلم رو داره. آها، یعنی بعد برای مدل‌های خیلی سرشناس هم این اتفاق میفته که باید به صورت فصلی کار بکنه. بعد در مورد این که میخواستم ازت سوال بکنم، تو وقتی که کار هنری تو شروع کردی، مثل هر هنرمندی خب بالاخره میاد برای خودش یه پلنی میچینه که من میام این آلبوم رو میدم، بعد این کار رو میخونم، بعد فلان کار رو میخونم، فلان کنسرت رو میدم. بعد از این که من خاطرم هستش حتی توی یکی از کنسرت‌های خانم گوگوش توی شاید نزدیک 15-16 سال پیش بود که آهنگ فکر می‌کنم کار شکلات و اینا هم همون موقع ها اومده بود بیرون و خیلی مورد توجه قرار گرفته بود. خب به هر حال از یه مدل خانم سیاه‌پوست استفاده کرده بودی که هیچ وقت فکر میکنم هنوزم کسی استفاده نکردی، یا اگرم استفاده کرده باشه خیلی کم. چی شد یه دفعه رویای خوانندگی در تو از بین رفت؟ خیلی چیزا با هم اتفاق افتاد. اصلا چجوری بگم؟ ببین وقتی آلبومم در اومد، خب شکلات خیلی گرفت، بقیه آهنگا زیاد نگرفت برای اینکه ایرونیا بیشتر 6-8 دوست دارن، شکلات گرفت و تایمینگش برای من خیلی بد بود، برای اینکه همون موقعی بود که مادرم با امیر قاسمی و نیدرلندر و اینا سو و سو کشی داشتن، برنامه نمیتونستم نمیدونم اینجا باید برنامه میذاشتم، اونجا نمیتونستم بذارم، برای همینم من دیگه همه چیز رو گذاشتم کنار که فقط پشتیبان مادرم باشم، باش توراشون رو رفتم، هر شهری رفت باش رفتم که فقط مراقب باشم که اوکی باشه، و خوانندگی خودم برای من اون موقع اصلا مهم نبود، فقط برای من این بود مهم بود که مادرم سیف باشه، کارهای مادرم از همه چی مهمتر بود، و به خاطر همین دیگه چی میگم، وقتی تنور داغه خمیر رو میچسبونن، مال ما اون موقع بحبوحه آهنگ شکلات بود، همه کنسرت میذاشتن، به من زنگ میزدن بیا اینجا بیا اونجا این کنسرت، وقتی میدم این کنسرت ها همه مال کساییه که مادرم باشون سو کشید داده، دیگه منم نمیرفتم. این داستان چند سال طول کشید که دیگه تاب و تاب آلبوم ما خوابید. چه جالب، چون دقیقا شاید خیلی ها که هم دوره‌ای من باشن یا از من بزرگتر باشن دقیقا خاطرشون هست که این موضوعی که بهش اشاره کردی، و اون سالهایی بودش که یادم خانم گوگوش با تلویزیون جام جم گفتگو می‌کردن در ارتباط با مشکلاتی که با تلویزیون تپش دارن، و تلویزیون تپش از اون ور جوابیه میداد، اینا جواب میدادن. یه دوره‌ای بودش که یه سری مشکلات اینچنینی پیش اومد که بعدها خیلی ها مثل خیلی از خواننده‌هایی که با مادرت همکاری میکردن یا همه اومدن این قضیه رو از زاویه خودشون تعریف کردن، ولی هیچ وقت از دیدگاه تو این داستان رو نشنیده بودیم. اون سالها فقط تو به فکر حمایت از مادرت بودی، درسته؟ اینجور که بود. یعنی حتی به این فکر نمی‌کردی که شاید ممکنه بعدها
این فاصله‌ای که میفته بین خوانندگی تو ممکنه به ضررت تموم بشه؟ برای من مهم نبود. برای من تنها چیزی که اون موقع مهم بود کارهای مادرم بود و مادرم خوشحال باشه و مادرم بسیکلی هر کاری بکنم که مادرم اوکی باشه و کارهای من اون موقع برای من مهم نبود، فقط مادرم برام مهم بود. چقدر جالب که حالا من یه دفعه فکرم افتاد به یه قسمت دیگه از سوالی که میخواستم بعداً بپرسم، ولی چون صحبت به اینجا رسید بگم. کامبیز جان، تو به نوعی بچه طلاق هستی و بچه های طلاق، خب در گذشته در زمان تو خیلی طلاق کم بود توی خانواده ها، الان درست خیلی زیاد شده، همه عادت کردن دیگه، میدونن چجوری باید با بچه ها رفتار بشه، چجوری صحبت بشه، الان تراپیست هست، پیش تراپیست میرن، الان از کتاب های مختلف کمک میگیرن. تو زمانی که پدر و مادرت از هم جدا شدن به نوعی دوره‌ای بودش که خیلی طلاق به اندازه امروز نبود. ضربه هایی که تو از طلاق حس کردی اولین بار چند سالگی بود که مثلا متوجه شدی که دیگه نمیتونی پدر و مادرت رو در کنار هم داشته باشی؟ من فکر کنم 4 سالم بود تو خونه خونه داشتیم تو نیاورون، اونجا نشسته بودم با کارگر داشتیم با کارگران نشسته بودیم، صبح زودم بود، یه روز پاسبان ها اومدن و شروع کردن فرشای خونه رو جمع کردن که بابام هم نبود اون موقع، بابام یا هتل بود یا نمیدونم کجا بود، کارگران آشپزه برگشت که آقا نمیتونی کارگر بود نمیشه ببریم، دستور داشتن از دادگاه که بیان اینا رو به خاطر جدایی مادرم با پدرم چیزایی که مال مادرم بود از خونه ببرن. این اولین چیزی بود که متوجه شدم الان دیگه زندگیم عوض شد. یعنی قشنگ خاطره به یادت مونده؟ حتی یه چیز دیگه که یادمه، اتفاقا یه بار دیگه هم تو برنامه گفتم، آقای زوکایی که مجله جوانان رو داشت، من خواب بودم، اینا اومده بودن بالا سر من عکس مادرم رو چسبونده بودن، منو بیدار کردن گفتن نگاه بالا سر تو نگاه کن، منم چون که بالا سرم نگاه کردم با چهره خواب‌آلود اینا که نگاه کردن، اینجا شروع کردن تق 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 از من عکس گرفتن. میخواستن اون توی اون وضعیت هم به فکر این بودن که مجلهشون رو به هر حال یه تیتری از تو در مورد این جدایی ثبت بشه، درسته؟ یا چیز غیر از این بود؟ با این داستان رو زوکاینا رو حتما پدرم گفته بود اومده بودن این کار رو بکنن، بلا خودشون که با اجازه خودشون نمیان تو خونه ای کسی. آره خیلی جالبه یه آدم تو سن 4 سالگی باشه بعد یه دفعه، چون معمولا الان یه جوری شده که با بچه میان صحبت میکنن، حالا یه زمینه یه مقدمه چینی براش میکنن، یه چیزایی رو بهش میگن که قراره تو اینجوری بشه، این اتفاقا در زندگی بیفته، و اصلا اون موقع کسی اومد بعدش یا قبلش، حالا قبلش رو که گفتی نبود، بعدش هم نیومد کسی باهات بشینه صحبت کنه که بگه که قراره نوع زندگی تو تغییر بکنه؟ نه، مثلا کسی وقتش نداشت با من حرف بزنه. مادرم که سرش شلوغ بود برای برنامه ها و کاباره ها و کنسرت ها و این برانور و فیلم و اینا، پدرم هم که گفته بودم دیگه هتل داری و کاباره داری و نمیدونم دیگه، اونم زندگی خودش داشت، هیچ کدومشون هم دقیق بلد نبودن چجوری پدر مادری بکنن، ولی خب از واقعا هر چی بوده تو گذشته من، هر چی گذشته این آدمی رو ساخته که الان هستم و هیچی رو هم عوض نمی کنه. کامبیز جان واقعا داداش تو تمام این مواردی که همیشه صحبتامون ناخودآگاه میخوایم نره سمت جاهای غم انگیز، ولی اتفاقات ما رو پرت میکنه سمت جاهای ناراحت کننده. من فکر میکنم یه بار خانم گوگوش توی یکی از مصاحبه‌هاشون گفته بودن که قصد دارن که یا اقدام کردن برای نوشتن
کتاب خاطرات زندگیشون. الان که داشتی تعریف میکردی داستان آقای زوکایی که گفتم بالا سرتو نگاه کن، یه دفعه چند تا فلش خورد و عکس ازت گرفته شد، من فکر میکنم داستان زندگی تو از دیدگاه یه بچه‌ای که یه دفعه این اتفاقاتو چششو باز میکنه، هی میبینه، هی لحظه لحظه رشد میکنه، هی اتفاقات مختلف، هر دوره هر سال زندگی تو شاهد یه اتفاق غیر منتظره بودیم که هر دبار تعریف میکنی به قولی ما هیجان زده میشیم، یه جاهایی با تو ناراحت میشیم، یه جاهایی با تو خوشحال میشیم و من فکر میکنم تو هم نیاز داری کتابتو بنویسی. خودت فکر نکردی؟ راستش نه. حالا کتابای الان هم که میدونی دیگه صوتی شده، حالا دیگه الان دیگه حتما نباید حتما بنویسی، یه نفرم بشینه بخونه، اگرم نوشته بشه میتونی مثلا نسخه گفتاریشو بگی، چون هر چی گفته میشه در مورد اون سالها باز هم یه وقتایی چیزایی از زبان تو جاری میشه که میبینیم که اصلا بهش اشاره نکرده بودی. حالا من زیاد ناراحتت نمی‌کنم، از این بحث یه مقدار فاصله میگیرم. کامبیس جان، الان که با بچه‌ها سه نفری زندگی می‌کنید، هیچ وقت سه نفری مسافرت رفتی؟ سه نفری؟ من و دوتا آره. بچه هم تنهایی؟ آره. راستش نه. چرا؟ موقعیتش نشده. والا از وقتی که خب یه مقدار فشار زندگی تو این چند سال گذشته زیاد بود، یه بالاخره هر درآمدی داشتیم باید واسه اجاره خونه و نمیدونم بیل و نمیدونم اینو بده پول اینو بده، دو تا بچه و سه تا سگ و خونه، خلاصه خرج بالاست. اینجا هم که ماشاءالله لس آنجلس همه چی گرونه، تو برای تفریح و مسافرت اینا رفتن یه ذره عقب انداختیم. حالا انشالله به زودی وضعمون خوب شد 100%. یه سری از کامنت ها بودش که بیننده ها مرتب سوال میکردن و میپرسیدن که حتما توی برنامه هاتون از کامبیس سوال بکنید این موضوع رو، چون همه به هر حال توی جامعه ایرانی میدونن که مادر شما یکی از پولسازترین خواننده های ایرانیه و یکی از مخصوصا یکی از طرفدارای خودت که از اصفهان هم هست ایشون همیشه میاد مرتب این سوال رو توی کامنت ها، من دارم کامنت ها رو پایین بالا میکنم از بینشون یکی دوتا رو بخونم که شما هم بتونید جواب بدی. میگه که شاید دقت کرده باشید اکثر آدم هایی که وضعیت مالی آنچنان خوبی هم دارن ازشون میپرسی، میگه من پول ندارم. کامبیز 100% یکی از پولدارترین آدم های روی زمینه، چون مادرش پولسازترین خواننده ایرانیه. این به نظر تو چجوری جواب این طرف داره تو میخوای بدی؟ این جواب دادن با راستش نداره. چی بگم والله خودم؟ داداش پولا رو در بیار نشون بده بذار خیالشون راحت بشه. آره یعنی فکر میکنی اینجوری نیست؟ نه اصلا نمیدونی. حالا اون اوائلش که باشون کار میکردم یه مقدار خب راحت‌تر بود، هم برای مادرم کار میکردم هم کارهای
ترینینگ هم میکردم اون موقع خوب بود، ولی بعد دیگه اتفاقای مختلف افتاد و دیگه من از اون داستان اومدم بیرون. یعنی تو اون موقع هم کار میکردی همینجوری پولی دریافت نمیکردی؟ یه پول کوچیکی دریافت میکردم چون دیگه من کاری که نمی همه کارامو گذاشته بودم کنار که فقط دنبال کارهای مادرم باشه. چه جالب. پس ما با این دوست عزیزمون میگیم که اشتباه تصور کرده و اصلا اینطوری که فکر میکنه نیست. یه صحبت دیگه هم توی کامنت ها بود، مثل که یه مصاحبه پدر شما با تلویزیون آقای همایون که ایشون هم از دوستای بسیار خوب ما هستش، که مثل که راجع به منزل مسکونی کرده بودن، مثل که مامان برات یه خونه خریده، درسته؟ خب بابا دیگه مامانه به این خوبی که وقتی واسه آدم خونه میخره، خب حالا شاید پول نده عوضش، خب خونه خوب که بخره خب دیگه جایگزین اون میشه دیگه. اینطوری نبوده؟ من البته از بین کامنت ها اینا رو دارم میخونم و سوال شخصی خودم نیست. درست. نه یه مدتی خونه داشتیم ولی چند سال پیش خونه رو فروختن که باش کارهای دیگه بکنم. آه خودت فروختی خونه رو؟ نه مادرم فروخت. آها مامانتون فروختن. پس الان در حال حاضر شما منزل مسکونیتون به صورت استیجاریه، تو و اجاره و این اجاره رو مشترکاً خودتون پرداخت میکنید دیگه، درسته؟ بله، هم پسرم کار میکنه، هم دخترم کار میکنه، هم من کار میکنم. خیلی جالبه که توی دنیای امروز مردم، خیلی از دوستای خود من از عهده بعد از جدایشون از سرپرستی و مسئولیت حتی یک دونه از بچه هاشون هم بر نمیان. تو این همه سال مسئولیت دوتا بچه تو قبول کردی، آیا این دست سرنوشت بود که بچه ها رو تو دامن تو انداخت یا اینکه خودت میخواستی اینجوری بشه؟ جفتش. ببین من بچه هامو بیشتر از نفسم دوست دارم، هیچ چی به پای بچه های من نمیرسه. یه موقعی بود که یه مشکلاتی تو خانواده بود که من باید با بچه ها میموندم و هیچ وقتم نمیخواستم تنهاشون بذارم. حتی اگه باید میرفتم توی گاراژ خونهشون میخوابیدم، میرفتم میخوابیدم، ولی این کار نکردم، نمیگم کردم، ولی هیچ وقت نمیخواستم تنهاشون بذارم، چون اون حسی که من تو بچگی داشتم و هیچ وقت نمیخواستم این دوتا حس کنم که یک وقت پدر یا مادرم ما رو تنها گذاشته باشه. تو من همیشه باهاشون بودم، بعد الانم که خیلی وقت چند سالی هست که فقط ستایی با همون. دخترت اگر یه وقتی مثلا حالا یه مرکز خریدی میرفتید، جایی میرفتید، مثلا مایا مثلا اگه یه وقتی یه خانمی میومد جلو عکسی بگیره با شما، شما رو میشناخت و اینا، به تو حسادت نمیکردش مثلا چرا بابا با این خانم؟ دلیل فوری ناراحت میشه، این کیه؟ این چرا داره با تو حرف میزنه؟ چرا داره با تو عکس میندازه؟ اینقدر باباییه، یعنی اینقدر به هم وابسته هستی. تو خودت وقتی بچه بودی هیچ وقت ازت میپرسیدن بابا تو بیشتر دوست داری و مامان تو؟ چون قدیما این سوال همه از آدم میپرسیدن. آره همه میپرسیدن. چی میگفتی بهشون؟ جفتشون رو دوست دارم. یعنی هیچ وقت با اینکه این همه مثلا فراز و نشیب داشتی نمیومد رو تو روحیت تأثیر بذاره بگی بابام یا مامانم؟ همیشه میگفتی نه. ببین آخه خب پدر مادر من هر چی بشه پدر مادر من هم. تقصیر اونا نبود که، ببین اونا بلد نبودن چجوری پدر مادری بکنن، تقصیر خودشون نبود. پدر من بچه وسط بین 11 تا بچه بود، اصلا بلد نبود چجوری بچه داری بکنه. هر وقت منو میدید فقط بلد بود یه ذره پول به من بده برو یه چیز از خودت بخر. این ابراز احساساتش اینجوری بود بابای من. مامان منم که از بچگی فقط بلد بود زورش کرده بودن برنامه اجرا بکنه و نمیدونم بخونه و خونه تمیز بکنه و اذیتش میکرد
مادر چیه زن پدرش واسه همین اونم چیزی به خصوصی نتونست اون یاد بگه که چجوری بچه بزرگ کنه. سو برای همین من هیچی رو تقصیر این دوتا نمیدونم و همیشه هم جفتشون رو اندازه عالم دوست. حالا در مورد بچه ها چی؟ تو بین بچه ها فرق میذاری؟ تنها فرقی که میذارم اینه که اون پسر اون دختره یه چیزایی رو میگم پسر چون پسره میتونه تحمل کنه، اون میتونه این چون دختره لطیفتر و نرمتره این بذاره باید باش نرمتر رفتار کرد. حالا پیش وقت نمیاد پسرت بهت بگی که بابا چقدر هوای مایا رو داری، بابا یه ذره هم هوای ما رو داشته باش، اینجوری نشده ایش وقت؟ بعضی وقتا چرا دعواشون میگه یکیشون میگه تو چرا همیشه هوای اون یکی رو داری، اون یکی هم میگه تو چرا همیشه هوای اون یکی رو داری. میگم بالاخره بگیم کدوم یه، من هوای کدوم یکی رو دارم، تو میگه هوای تو رو دارم. ببین همیشه روزاتون به خوبی و خوشی و خنده و دوستی طی میشه، هیچ وقت کدورت خاصی بینتون پیش نمیاد؟ یعنی اون بزرگی که باید تو در خانه بکنی رو فکر میکنی از عهدش بر اومدی در طول این سالها؟ بکنم چون اگه کدورتی هم باشه، ببین با هر کی باشی زندگی بکنی، یکی هر کداری یه چیزی میگه اینو میخوام و میگه من نه اونو میخوام، بالاخره یه چیز ناراحتی پیش میاد، ولی مال ما دو دقیقه ایه. دو دقیقه بعد با هم دیگه اوکی. اون موقع که کوچیک در بودی گیر آدمی میافتادی که بخواد مثلا از راه تو با مادرت ارتباط کاری برقرار کنه یا مثلا تو رو وسیله قرار بده که مثلا بچه بودم؟ حالا مثلا نوجوان تر بودی؟ نه بابا اینجا بودم همه میومدن میگفتن آقا بیا تو ببین، من یه سری دوست داشتم اینا یکی یکیشون حذف شدن از اون دیگه، روی واقعیشون رو به من نشون دادن، هر کدومشون میومدن میگفتن او مامانت حالا چی میشه ما یه کنسرت واسه مامانت بذاریم، گفتم آقا دوست عزیز حالا اسمش رو نمیخوام، دوست عزیز تو کارت این نیست، حالا دوباره کار خودت بکن. ما تا اینو میگفتیم دیگه دوستیمون تموم میشه. یکی دیگه میگه آقا برو ببر مامانت رو ببینیم، میگم آقا مامان منو واسه چی میخواین ببینیم، اونم نمیشد دیگه دوستیمون تموم میشه. دیگه تا میدیدن تا بعدش هم که تا بعضی دیدن رابطه من و مادرم یه ذره شکرابیه، دیگه همه غیبشون زد، اون یه دونه رفیقی هم که داشتیم آبکی در اومد. کامبیز جان یه چیزی که برام عجیبه اینه که عمر ازدواج پدر و مادرتو با هم دیگه فکر میکنم حدود 5-6 سال بوده یا بیشتر بوده؟ کمتر بود، همون 5 سال بوده. 5 سال بوده. توی این 5 سالی که از ازدواج تا جدایشون طی شده، خب به هر حال باز خودش 5 سال یه عمری بوده واسه خودش، چون بعد از اون مادرتو با آقای وثوقی ازدواج میکنه که عمر ازدواجش به 1 سال هم نمیرسه. فکر میکنی که دلیل این که مثلا حالا ازدواجش با آقای قربانی 5 سال طول کشیده، از روز اول که نمیشه گفت اینا اختلاف داشتن، فکر میکنید زندگیشون رو به چند بخش میشه تقسیم کرد؟ یعنی نصفشو خوب بودن نصفشو بد بودن، یا نه فقط سال آخر به اختلاف خوردن، یا اونجوری که بابای تو میگه فقط ماهای آخر اختلاف به وجود اومد؟ نه از اولش خراب بود. این اصلا این ازدواج از روز اول نباید اتفاق میفتاد. آها طلاق هم تقصیر یکیشون نبود، تقصیر جفتشون. چه جالب، دیدگاه تو کاملا با صحبتهایی که تا حالا میشنیدیم متفاوته. میدونی که به هر حال در گذشته خانم گوگوش بازیگری انجام میداده و به هر حال ما توی برنامه‌های قبلی که داشتیم هیچ وقت راجع به بازیگری مادرت صحبت نکردیم. خب مامان تقریبا اونجوری که من سرچ کردم 28 تا فیلم بازی کرده و خب
یه بارم جایزه سپاس میگیره به خاطر بازیش در کنار آقای عزت الله انتظامی به خاطر فیلم بیتا و بیتا و توانایی اجرای سایر نقش‌های متفاوت از خانم گوگوش علاوه بر خوانندگی، ایشون به نوعی بزرگترین بازیگر سینمای زن قبل از انقلاب به تعبیر عده‌ای از منتقدین و حالا اهالی سینما میگن که ایشون بوده. تو خودت هیچ وقت فیلم‌های مادرتو دیدی؟ من همه رو دیدم پس؟ همه رو دیدم. آها، چون من همه شکر میکردم که شاید برات وچه خوانندگی برات بیشتر جذابیت داشت از مادرت یا بازیگریش؟ حالا من جفتش یکی بود داره من، جفتش خوب بود داره من، ولی بازیگریش رو ذره بیشتر چون بازیگریش رو بیشتر دوست داشتم، چون تو خوانندگی هم اگه توجه بکنیم تو ویدیوهاش بازی میکنه، با کلمات بازی میکنه، اکت میکنه. سو من بازیگریش رو بیشتر دوست دارم. شما یه فیلمی هستش که قبل از انقلاب الان بهش اشاره کردی، همون فیلم بیتاب که مادرت به خاطر فیلم بیتا جایزه سپاس میگیره و خیلی اعتقاد دارم خود بیتا همون خانم گوگوشه که یه جوری هم بیتای سینمای ایرانه، هم تو خیلی از چیزا مکاراش منحصر به فرد بوده و دقیقا اون فیلمی هم که مورد توجه قرار میگیره و شامل جایزه سپاس میشه فیلم بیتا بوده. اون فیلم بیتا یا یه فیلم دیگه ای هستش که 4 تا خواهر از نقش خواهر کوچیکر هم خانم لیلا فروهر بازی میکنه، اینا همه رو با دقت، یا مثلا فیلم طلوع یا پنجره، یه فیلم هم هستش فیلم قصاص که با آقای ناصر ملک مطیعی بازی کرده. من اصلا نمیدونستم، توی این مدت متوجه شدم که حتی آقای داوود نژاد که پسرشون چند وقت پیش فوت کردن زمان قبل از انقلاب، بعد از اینکه فکر میکنم مادر با آقای وثوقی کات میکنن، چون زوج و هنری خوبی شده بودن، حالا این بار میان آقای چنگیز وثوقی رو قرار میدن و فیلم نازنین ساخته میشه که از ساخته های آقای داوود نژاده. هیچ وقت اون فیلم هم دیدی اصلا؟ یعنی کلن که میگی شامل همه فیلم ها میشه؟ بله، همه رو دیدم. همه رو دیدی. بازی مادر تو دوست داشتی تو فیلم نازنین؟ بهترین فیلمش به نظر من همون بیتا بود. بعد فیلم بعدی که ازش دوست داشتم شام غریبان. شام غریبان. خب بهترین هنرپیشه مورد علاقه قبل از انقلاب تو کی بوده؟ تو آقایون بیکی مانوردی رو من خیلی دوست داشتم، تو خانوما هم سپیده. چه جالب، چون دفعه قبل که گفته بودی شهرام شب‌پره عزیز خیلی دوست داشتی. خیلی تو خانده شهرام رو دوست داشتم. آره، خیلی از هم نسلیات اومده بودن کامنت گذاشته بودن که ما هم تو اون دوران خاطرات خوبی با شهرام عزیز داشتیم. آره، چون شهرام خیلی شاد بود، همیشه شاد بود، همیشه تکون میخورد و شاد بود و من واسه همین دوستش داشتم. هیچ وقت تو دوران زندگیت از نزدیک با خانم پوری بنایی یا گیتی پاشایی که هر کدومشون با تو مقطعی با مادرت ارتباط داشتن، تو دیدار یا ارتباطی داشتی؟ تو بچگی دوستن که چند دفعه دیدمشون، دست بیشتر نهیم. آها، پس به خصوصی هم ازشون به یاد ندارم. توی مدرسه هیچ وقت افتخار میکردی که مثلا مامانت گوگوشه؟ یادت میاد اصلا این دورانو؟ افتخار؟ ببین یا مثلا افتخار نگم، یعنی مثلا بچه ها اصلا میفهمیدن تو پسر خانم گوگوش هستی؟ خب آره، همه میدونستن. مثلا بعد از انقلاب، بعد از اینکه از سوئیس برگشتم، مدرسه ایران زمین میرفتم،
مدرسه منو مجبور میکرد دارم اذان صبحگاهی بخونم سر صف. مخصوصا منو این کارو میکردن که بگن مثلا پسر گوگوش داره این رو بخوره که برای بقیه الگو بشن. چه جالب، اینو تا حالا نگفته بودی. و خیلی اینکه اکثر کسایی که کار هنری میخونن یه بار انگار رفتن سر صف قرآن یا اذان یا چه میدونم. من هر روز تو مدرسه اذان صبحگاهی رو هم میخوندم. چه جالب. چند نفر فکر میکنی وقتی که مادرت کنسرت های بزرگ انجام میده توی برگزاری اون کنسرت همکاری میکنن باهاش؟ 10 نفر، 20 نفر، یا شاید کمتر یا بیشتر؟ خود مادرم یا کلن در مجموع؟ نه ببین، خب تو یه دوره میگی که کارهای مادرتو در کنسرت ها انجام میدادی تا یه مقطعی که دیگه استوب شد و دیگه فعالیتت قطع شد با مادرت. از اون تا الان، از اون تاریخ تا الان چند سال میگذره؟ خیلی وقته، مثلا 5 سال، 4 سال، بیشتر؟ 6 سال؟ بیشتر. 5-6-7 سال. خب قبل از اینکه حالا به هر حال بچهای من و تو بیان و این اتفاقا بیفته و این داستانا، مثلا خب تو فعالیت میکردی، خاطرم هستش که توی اون کنسرت آخر خانم گوش که جمعیت خیلی زیادی هم اومد، تو دست مامانتو گرفتی روی استیج آوردی که بعد هم با آقای شمعی‌زاده برنامه اجرا کردم، با آقای مارتیک و یکی از فکر کنم یکی نه بزرگترین اجتماع ایرانیان خارج از کشور در طی 40-50 سال گذشته بودش. اون شب هیچ کسی تصور اینم نمی کردش که قرار این ارتباط به این خوبی، بچه هم خیلی مؤدبانه گوشه نشسته بودن، فکر میکنن بی بی سی هم اومد باهات مصاحبه کردش و یه دفعه این ارتباط به این خوبی یه برای مدت 6-7 ساله قطع بشه. خودت اون شب حسی داشتی که ممکنه همچین اتفاقی در انتظار تو باشه؟ آره، اون شب از قبل از اون شب این کدورت ها پیش اومده بود که اون شب دیگه فقط به خاطر اینکه من باشم یا چجوری بگم، حرفش به نظرم بهتره. خب پس من نمیخوام، فقط قرار بود من اونجا باشم اون شب. خب منم نمیخوام ناراحتت بکنم، ولی در کل اون چیزی که از اون شب در یوتیوب وجود داره و تنها کنسرتیه که بی بی سی به صورت اختصاصی توی کانالش قرار داده و خیلی ها میتونن ببینن، برای بیننده اینو القا میکنه که روابط همه چی اوکیه. حالا از منظر تو اینجوری بوده، اصلا خیلی جای تعجب برانگیزی داره، ولی امیدوارم که دوباره این اتفاق بیفته. حالا من یه سوال دیگه داشتم ازت، خیلی هم خستت کردم. بچه ها عیدی، از حالا تو با مادرت الان چند وقت کار نمی کنی، بچه ها باید با مادر بزرگشون، معمولا توی خانواده ما که اینطوریه، مادر بزرگا، من مادر بزرگم تمام زندگیش ماها بودیم و خاطرم هستش که حتی یه حقوق مختصری که داشتش واسه با بزرگم چی نمی گرفتش، اون دوست داشتش که واسه ما نواهاش خرج بکنه. بچه های تو هر سال عیدی از مادر چی میگیرن؟ یه مثلا برای تولدشون، خب به هر حال رابطه بچه ها فکر میکنن با مادر بزرگشون خوب باشه ها، یا اینطوری نیستش؟ رابطه ما یا دخترم با مادرم اوکیه، ولی پسرم رابطه ای نداره زیاد. نه، برای آخرین باری که کادو یا مثلا هدیه تولدی، عیدی که مادر بزرگا به نواهاشون میدن، آخرین عیدی که گرفتن چی بوده؟ لامبورگینی که عیده؟ عید نوروز رو میگی منظورته؟ خب عید داریم دیگه همه سال، همه کنسرت. یاد آخرین بار که عید بوده. یعنی اینقدر دیر بوده؟ آره خیلی وقت پیش بوده. نکنه مال قبل انقلاب بوده؟ نه، مال هم بعد انقلاب بوده، ولی خب
مال خیلی وقت پیش بوده. خود تو چی؟ ایدی آخرین ایدی که از مامانت گرفتی اونم خیلی وقت پیش بوده. آره من فکر کنم 10-15 سالی میشه. آها، پس شاید شما رسم ایدی دادن و ایدی گرفتن ندارید در خانواده به اون صورت که دیگران دارن، چون که رسمایی که همیشه همواره شبهای عید که معمولا هنرمندا بیشتر به این مسائل میپردازن، به دلیل اینکه خب عید میشه، اوج کارشونه، همه تبریک به خود خواننده هنرمند و خانوادش میگن، بیشتر به یاد خانوادش میفته و به این فکر میفته که حالا الان که عیده همه به هم عیدی میدن، عیدی میگیرن، حتی شده شاخه گل. حالا من لامبورگینی رو به شوخی گفتم، ولی آخرین باری که مثلا یا در سیستم شما توی از بچگی این باب نبوده، یا این که مثلا بوده فقط میگم تو این چند سال گذشته نبوده، تو این 10-20 سال گذشته شاید نبود. خب بعد در مورد تولد هم به همین صورت بوده کادوی تولد؟ چون الان این خانم مرجان که من باش برنامه اجرا میکنم چند وقت پیش داشتم بهش میگفتم بهترین هدیه های تولد هم من هر سال از خانم مرجان و همسرشون متین عزیز میگیرم، با اینکه همکار هستیم ولی تاریخ های تولد هم دیگر رو میدونیم و سعی میکنیم که حتی یه مثلا من الان میگم بهترین کاپشنایی که دارم میرم سوئد میپوشم میگم که این کادو رو از ایشون گرفتم، ولی همیشه پیش خودم فکر میکردم که یه بار از کامبیز بپرسم که تو کادوی تولد چی میگیری و باد هوا باد هوا بچه ها چی؟ بچه ها باد هوا؟ پسرم هم باد هوا، دخترم گهگداری یه چیزایی میگیره. آها خب، پس اینم از این. میدونم که امروز خیلی خستت کردم، مصاحبه‌مونم به نوعی قرار بود یک ساعته باشه، از یک ساعت هم یه مقدار بیشتر شد چون راجع به کارهای هنری صحبت کردیم. توی انتهای برنامه یه دو سه تا سوال کوتاه داشتم اگه اجازه بدی بپرسم ازت. به نظرت طلاق پدر و مادر تقصیر کی بوده؟ بهت گفتم اینو، تقصیر جفتشون بوده. نه ازدواجشون رو گفتی. این در مورد رابطه ازدواجشون گفتی، در مورد طلاقشون نگفتی. طلاقشون هم ببین وقتی ازدواج نباید با هم دیگه میکردن، طلاقشون هم تقصیر جفتشون میشه دیگه. آها خب، پس باز هم ازدواج اتفاق نباید میافتاد. حالا یه مسائلی بوده از قبلش، چون ببین خب مادر من دنبال یه راهی بود که فقط بتونه از دست پدرش و زن پدری در، مادرم فقط دنبال این مسئله بود، یکی باشه که بتونه تکرش کنه و از این مسئله در، واقعا دنبال عشق نبودش. آره پدرم خوشتیپ بود، خوش قیافه بود، همه چی داشت، ولی خب دلیل اصلی اون نبود. حتی پدر من قبل از اینکه مادر با مادر من آشنا بشه نامزد داشت. چیزی بگم، زن داشت، نامزد داشت، چیزی داشت. وقتی ما با مادر من آشنا میشم با هم یه حرف میزنم چیز بکنم، میره با اون زنش به هم میزن. خب خیلی اینطوریان، وقتی عاشق میشن دیگه متوجه میشن عشق اصلی زندگیشون اینه، نه اونی که قبلا فکر میکردن. چون من این از این قبیل مسائل ممکنه برای همه پیش بیاد و 100% پشتوانه عاطفی هم در کار بوده، نمیشه گفتش که آقا هیچی نبوده. 100% بالاخره یه مقداری عاطفه توش بوده، ولی بیشتر کاری بوده. ولی بچه ها هیچ وقت گناهی ندارن، اینو قبول داری؟ چون برای همین من بچه ها هیچ وقت تنها نمیذارم. آره، چون همون قدری که یه پدر
در برابر بچه مسئوله، مادرم همون اندازه مسئوله. خب به هر حال یه وقتایی زندگی این فرصت رو از ما میگیره که بتونیم به بچه هامون، در حق بچه هامون پدری بکنیم یا مادری بکنیم. تو فکر میکنی که توی دوران کودکی به دلیل مشغله پدرت و مادرت هیچ کدوم نتونستن اون انتظارات تو رو برآورده بکنن؟ خب سالها گذشت و اتفاقهای خیلی زیادی در این بین افتاد و مادرتو مهاجرت کرد از ایران و به امریکا اومد و یک باره کنسرت های آنچنانی که هیچ وقت قبل از اون هیچ خواننده ای نتونسته بود آنچنان جمعیت که هیچ کدوم این کنسرت ها هم کنسرت های رایگانی نبوده که به هر حال هر کدوم این کنسرت ها اونقدری درآمد داشته که البته خانم گوگوش حقش شده، چون همه ماها دوستشون داریم و همواره هیچ وقت نمیتونیم هیچ کسی رو در جایگاه خانم گوگوش قرار بدیم و اگر میلیاردها دلار هم ایشون بابت هر کنسرتی بگیرن، باز ما میگیم مارکتمون فقیره، چون هنرمندای ما وقتی تونستن نسلهای این همه نسل رو تونستن از لحاظ بعد از گذشت 50 سال 60 سال هنوز آهنگاشون برای مردم خاطره انگیزه پوشش بدن، ارزش اینو دارن که اندازه وزنشون براشون طلا و پول و هر چیزی هم در ازایش پرداخت بشه باز کمه. ولی اینو میخوام بگم که وقتی که مادرتو به اون نقطه رسید، خب حالا برای پدرتو بعد از انقلاب همه اموالش توسط حکومت مصادره شد، دیگه نتونست جایگاه قبلیشو پیدا کنه که بخواد جبران بکنه، تونستن اون خلاهایی که در بچگی وجود داشت و جبران بکنن برات؟ راستش یا این خب این یه مسئله که حتی خود مادرم تو مصاحبهش گفت که مادری نکرده تو بچگی. نه مادری نکردم، بعدش هم جبران، نه کسی جبران نکرد چیزی رو. منم توقعی ندارم کسی چیزی جبران بکنه. آها تو خودت توقعی نداری. من توقع ندارم کسی جبران نخواست بکنه و منم توقعی ندارم کسی بخواد جبران بکنه. ببین من طرز فکرم ورزشیه. من قبلا هم گفتم منو یه مشت ورزشکار بزرگ کردن در اصل. با یه مشت ورزشکار فوتبالیست و بوکسور و کاراتباز و اینا همیشه زیر بن و پار منو میگرفتن میبردن این ور اونور. تو مرام منم همون جوریه. اگر ببینین کسی در گذشته نتونسته بوده کاری بکنه، دلیل نمیشه حتما باید بیاد الان اون کارهایی که قبلا نکرده رو جبران بکنه. الان پدر مادر من اگه خوشحالن، کارشون درسته، زندگیشون راحته، من هم خوشحالم. به خودشون برسن، اگه کاری هم چیزی باشه به من احتیاجی داشته باشن، یه زنگ من بزنم، من نوکرشون هم اصلا دو دقیقه دم در خونشون، هر کاری داشته باشن. ولی من توقعی از اونا ندارم. کامبیز جان، بزرگترین ترس تو زندگی چیه؟ چقدر این دفعه سوالای سخت ازت کردم، ببخشید دیگه. بزرگترین ترسم تو زندگی تنهایی. ببین از بچگی یه جورایی تنها بودم، با اینکه آدم دور و برم زیاد بود ولی تنها بودم. من یه سری چند نفر برای من عکس توی فیسبوک برای من فرستادن، بچه بودم تو مهمونی‌های مختلف. ببین من اصلا نمیدونم این کجا میرفتم. بعضی منو برمیداشتن چون پدر مادر من بیزی بودن، هر کی منو برمیداشت میبرد یه مهمونی، میبردن این ور، اصلا من نمیدونم کجا میرفتم. این بچگی من، اصلا نمیدونم. مثلا یه عکس دارم برای من فرستاده، اصلا خدایا اینا کیان اونا کیان، من این چه اصلا قیافه منو تو عکس رو ببینید داد میزنه که من اصلا چرا اینجا.
حالا اگه شد برای این عکس رو میفرستم که برای بینندگان این پخش کنم. آره حتما برامون عکس رو بفرست، چون اینم من یه دونه سوال میپرسم و دیگه وقت تو نمیگیرم. فقط این سوالم نصفشو پرسیده بودم، حرف تو حرف اومد، فراموشم شد ادامهشو بپرسم. توی یه کنسرت بزرگ مادر تو فکر میکنی چند نفر فعالیت میکنن تا یه برنامه عالی برای مردم اجرا بشه؟ 10 نفر، 20 نفر، 5 نفر؟ خب ببین بستگی داره به این بستگی به بودجه داره. بعضی شهرها کمتر پول میدن، خب آدم کمتر میبره با خودش. شهرهایی که بیشتر پول میده، خب بند بزرگتری میبرن، کارگر بزرگتری، اسیستنت میبرن، نمیدونم میکاپ آرتیست میبره، یا یکی رو میبره که موشو درست بکنه. آدمای مختلف زیادن. نمیتونم بگم جان، میگم پس همیشه یه 7-8-10 نفر مینیموم هستن ها؟ 100%. چه جالب، 10 نفر حداقل باید همیشه همراه مادرت باشن و خود این میتونه یه بازار کاری باشه حداقل برای افرادی که این وسط مادرتو بیشتر دوست دارن و میتونن در کنارش قرار بگیرن و ازش محافظت بکنن. و الان از تیمی که دارن اجرا میکنن و تور خداحافظی خانم گوش برگزار میشه، اجراهای متفاوتی میشنویم و کنسرت ها به دلیل اینکه مردم فکر میکنن که خب آقای ابی یه بار تور خداحافظی برگزار کردن ولی خب به هر حال تواناییشو داشتن دوباره ادامه دادن. الان فکر میکنی که این تور خداحافظی که با استقبال برگزار میشه و یه تیم خیلی بزرگم در کنارشون هست، ممکن هستش که مادرت شما بعد از تور خداحافظی دوباره بخوان کنسرتشون رو ادامه بدن مثل خیلی از هنرمندای دیگه؟ خیلی که نه، مثل شاید اتفاق بیفته، ولی من این مسئله رو درست نمیدونم. به نظر من همون چی میگم، بازنشسته شدن الان وقت بشه. چون ببینید مادر من، این هم حساب بکنید، مادر من بوده 20 خورده سال تو ایران نخوند، صداش کار نمیکرد، پنجرهش تارای صوتیش کار نمیکرد، بعد اومد آمریکا شروع کرد کنسرت گذاشتن، کنسرت های خودت هم که دیدی چقدر بزرگ، و آهنگایی هم که میخونه ماشاءالله صدا بالا پایین، رو حنجره فشار میاره روی این سن. و هر خواننده ای از یه سنی به بالا صداش صدمه میبینه. و مادر من خیلی کارا میتونه بکنه به جای خوندن که بتونه درآمد داشته باشه. اصلا ایشون احتیاجی به خوندن دیگه نداره به نظر من. الان خیلی از هنرمندا هستن که تو کارهای خیر شرکت میکنن و مثلا مؤسسه های خیریه میزنن. حتی توی کنسرت استانبول آقای ابیشون اعلام کردش که شما هر بلیتی که خریدید یه بخشش رفته تو کارهای خیر، رو چه میدونم بچه های خیابونی و بچه هایی که در ایران قدرت چیز ندارن، یا هر کسی که نیاز و کمک داشته باشه. معمولا هنرمندا چه میدونم چه تو اروپا چه تو آمریکا چه همه جا این کار رو انجام میدن. فکر میکنی مادرتو هم در آینده دست به همچین کارهایی بزنه؟ نمیدونم. بستگی داره کی بهش بگه چیکار کن، چه راههایی جلوش بذارن یا نذارن. همه چی بستگی به آدمای دور و بر داره. تو انتهای برنامه میخوام به بیننده های عزیزمون بگم، برخلاف خیلی از هنرمنده که ما باشون صحبت میکنیم و دوست دارم قبل از برنامه ها و قبل از اینکه باشون به صحبت به گفتگو بشینیم از سوالات با خبر بشن، کامبیز به شدت مخالف این موضوع و همواره میگه که برنامه رو همین جوری برو تو دلش،
همه چی باید طبیعی پیش بره و اصلا نمیخوام یه چیزی ستاپ بشه و برنامه ریزی بشه، دو بار سه بار ضبط بشه و ما هم به خواسته اون، اگر کمون کسی در برنامه میبینید، ما این برنامه رو یه سبک متفاوت به خواست کامبیز جلو میبریم و از اینکه بخوایم چندین بار یه قسمتی از برنامه رو چندین بار بگیریم یا اینکه باهاش هماهنگ بکنیم، ستاپ کنیم که اینو بگیم اونو نگیم، اینو این به درخواست خود کامبیز عزیز بوده. حالا اینو دوستان هم بدونن، تماشاشی هم بدونن که من اینو دوست دارم برای اینکه خیلی طبیعیه. من اگر یه سوالی از من میکنی همینجا بخوام جواب بدم، باید راستش رو جواب بدم. اگه از قبل از من سوالا رو میکردی میگفتی من این سوالا رو میخوام بکنم، میشستم یه سری چیز مینوشتم بگم چی بگم درست باشه، چی بگم به نفعم باشه، چی بگم برام بد نباشه. نه، من هر سوالی میکنی دوست دارم همونجا جوابش رو بدم که طبیعی باشه، واقعی باشه. قربونت برم کامبیز جان، با این حرفای قشنگت که هممون احساساتی کردی، برات آرزوی بهترین ها رو دارم. امیدوارم که در تمام امور زندگیت موفق باشی، نون قلبتو میخوری و به هیچ کس و هیچ چیزی وابسته نیستی و ما و تمام بیننده های تلویزیون فوریو و تمام افرادی که حتی بیننده تلویزیون ما نیستن و از طریق شبکه‌های اجتماعی این برنامه رو تماشا میکنن، برات آرزو موفقیت میکنیم. فقط اینو بدونید که این برنامه از طریق کانال یوتیوب کامبیز عزیز پخش خواهد شد و میتونید این برنامه رو اگر موفق نشد از طریق تلویزیون ببینید، از طریق کانال یوتیوب کامبیز عزیز تماشا بکنید که الان آدرسش رو زیرنویس میکنیم براتون تا یه بار دیگه و یه برنامه دیگه همتون رو به خدا میسپارم.